دوستان سلام به کانال پارادوکسیلین خوش اومدید این بار به دنبال صده های موندگار و موسیقی ایرانی بریم به سالهای خیلی دور به قبل از انقلاب و خاطرات سیاه و سفیدش مروری میکنیم زندگی حسین تهرانی بهترین تنبک نواز تاریخ موسیقی ایران رو بشنویم این خاطره با مزه و شنیدنی رو از قول پرویز خطیبی هنرمند قدیمی رادیو ایران اسم این ویدیو حسین تهرانی بهترین تنبک نوازه موسیقی ایرانی برای حسین تهرانی زرق، قلب موسیقی بود تو کوچه رفاهی حد فاصله بین لالزار و چهارراه مخبر و دوله یه آرایشگاه به نام نیک واقع شده بود که مشتری های اون اکثرا افراد سرشناسی بودند در طول روز یه هنرپیشه یه سرلشگر یک سناتور و یا وزیر بارها تو سلمونی نیک با هم برخورد میکردند مدیر آرشگاه، محمد نیک مردی باهوش و خوش سر و زبون و در عین حال کاردان بود که با هر کس مطابق میل ذوقش حرف میزد. مثلا طرز گفتگوی اون با خیرخواه و نوشین با طرز سخن گفتنش با سپه بود گیلانشاه و سید مصطفی کاشانی زمین تا آسمون فرق داشت بعضی وقتا اتفاق میافتاد که محمد نیک یک قضیه بسیار مهم و مشکل رو با زبون چرب و نرم خودش حل میکرد، کرد به خصوص که به دربار هم رفت آمد میکرد و با استفاده از فرصت میتونست تقاضایی رو که داشت با وزیر دربار و افرادی مثل سلیمان بهبودی و یا آتابای در میون بگذره من اسم حسین تهرانی رو بارها شنیده بودم ولی هرگز اتفاق نیفتاده بود که اون رو از نزدیک ببینم تصادفاً یک روز در آرشگاه نیک با مردی برخورد کردم که عینک دودی به چشمش بود و با قیافه جدی جوکای شیرین میگفت موجودی بود با قیافه متوسط تمیز و شیکپوش و زبر و زرنگ و بسیار خونسرد ادب و نزاکت رو هیچ وقت فراموش نمی کرد و شوخیاش تند و زننده نبود. اولین بار که به اشخاص می رسید، عینکش رو بر می داشت و می گفت اگه می تونی یک دقیقه فقط یک دقیقه به چشمای من نگاه کن. و عجیب اینکه که همه در این بازی باخته بودن. چون نگاه کردن تو چشم حسین با اون حالت مخصوص کار ساده ای نبود. حسین در جوانی وقتی که توی کارگاه صنعتی کار می کرد، دچار سانحه شد و یه چشمش از دست داد. جالب اینکه حسین تهرانی با اون عینک دودی شباهت زیادی به عبدالحسین حجیر نخست وزیر سابق داشت با این تفاوت که حجیر قد بلند و به اصطلاح چارشونه بود ولی حسین تهرانی قدی نسبتا کوتاه داشت حسین خودش میگفت که در یک خانواده مذهبی و بسیار متعصب بزرگ شده تو اون دوران مردها هنوز کلاه بیلبه به سرشون میگذاشتن و جوان و میان سال و پیر غالبا عبا به دوش مینداختند در زمان ما نواختن آلات موسیقی جرم بزرگی محسوب میشد و خانواده ها حاضر نبودند بچه هاشون رو به فرا گرفتن موسیقی بادار کنند چون در این صورت از چشم افراد فامیل و اهل محل می و تو شهر انگوش نما می شدند دوازده ساله بودم که به یک زورخونه رفتم و ضرب گرفتن مرشد رو دیدم احساس کردم که به ضرب علاقه زیادی دارم و دلم میخواد که طرز نواختن اون رو یاد بگیرم گلدونی رو از توی باخچه خونه برداشتم و ته اون رو سوراخ کردم و پوستی به سر اون کشیدم بعد با دست ضربه های روی اون زدم صدایی نسبتا خوش داشت روزا وقتی پدرم به کارگاه خودش میرفت ساعتا تو کنج و اتاق میشستم و ضرب زدن و پیش خودم میآموختم وقتی سوار واگنهای اسبی میشدم صدای پای اسم با ریتم مخصوص منو هیجان زده میکرد و یه روزایی که همراه پدر و مادرم سوار قطار شهر ری می شدیم همون ماشین دودی معروف تا به زیارت حضرت عبدالعظیم بریم حرکت ترن و سر و صدای مخصوص اون رو به خاطر میسپردم و این ریتما رو روی ضرب پیاده میکردم یک روز مادرم خبر داد که همسایه ها از صدای ضرب تو به سطوح اومدن و به پدرت شکایت بردن. فهمیدم که دیگه نمیتونم تو خونه خودمون تمرین کنم. روز بعد گلدون رو زیر عبا قایم کردم و سوار واگن اسبی شدم. واگن معمولا از چهارراه لالزار تا گاراژ ماشین یعنی تا انتهای جنوبی شهر تهران میرفت و برای طی این مسافت یک ساعت و نیم وقت لازم بود. من معمولا به اتاق وسطی که مخصوص بانوان بود میرفتم و از اول تا آخر خط و گاهی برعکس یک سر ضرب می گرفتم. بعضی وقتا زنها یک شایی صناری هم تو دامنم می ریختن. و من وقتی به خونه برمیگشتم مبلغی در حدود یه قرون یا سه شایی پول داشتم. به این ترتیب با دشواریهایی که تو پیش روم بود به کمک عشق و علاقه فراوون نواختن ضرب رو یاد گرفتم. ولی بعدها پیش و اساتید فن این هنر رو تکمیل کردم. حسین تهرانی همراه سایر هنرمندان گاه و بیگاه به دربار میرفت و تو مجالس خصوصی واسه شاه و خاندان سلطنتی ضرب میزد. بعضی وقتها هم جوکای جالب میگفت. میگن یه روز شاه به او پیشنهاد میکنه که به جای عبدالحسین حجیر وزیر دربار وقت و نخست وزیر اسبق در محافل ظاهر بشه تا اگه کسی خاص به جان حجیر سوء قصد کنه حسین رو هدف قرار بده. حسین تهرانی از حجیر میپرسه در مقابل این کار چقدر به من دستمزد میدی؟ حجیر جواب میده جلسه 50 تومن و حسین بلافاصله میگه بنده جلسه 100 تومن میدم به شما به جای من تو جلسات و محافل حاضر بشید بعدی زاده میگفت یک روز که همراه ابوالحسن صبا و حسین تهرانی و سایر اعضای ارکستر واسه اجرای برنامه موسیقی به بیسیم پهلوی میرفتیم حسین با صبا شرط کرد که روز روشن تو خیابون سعدی چهارراه سیدعلی جلوی چشم زن و مرد لخت دور بشه و 50 تومان بگیره تو مراجعه از بیسیم وقتی استیشن رادیو به چهارراه سیدعلی میرسه سباب راننده میگه همینجا نگه دار. 50 تومان دست بدیزاده زاده میسپاره و به حسین تهرانی میگه واسه انجام اون شرط الان بهترین موقع است. کاری که قول دادی انجام بده و پول از بدیزاده بگیر. حسین با کمال خونسردی از ماشین پیاده میشه. تو اون عصر تابسون خیابون سعدی مملو و از آبران زن و مرد بوده و سباب بنان که تو اتومبیل نشسته بود میگه محال حسین بتونه چنین کاری بکنه. اما ناگهان حسین وسط پیاده رو میده و در حالی که پشت سر هم اغرب اغرب میگه لباساشو یکی یکی از تنش در میاره حتی شلوارش و شلوار زیرش رو آبرای پیاده بدون اینکه تعجبی بکنن به کمکش میان و زنها واسش دلسوزی میکنن حسین شلوارش رو تکون میده و میپوشه و سوار ماشین میشه و بدیزاده در میان قهقهه خنده دوستان و ناراحتی سبا 50 تومن به حسین میده حسین تهرانی همیشه میگفت ضرب قلب موسیقیه اصولا هر حرکت انسان ریتم به خصوصی داره راه رفتنش حرف زدنش نشستنش و برخواستنش و اون بود که برای اولین بار به کمک شاگرداش یه کنسرت بزرگ زرد تو تلویزیون تشکیل داد مهارت حسین تو تجسم حرکت قطار به قدر زیاد بود که اگه چشم رو میبستی خودت رو تو قطار شهرره و ماشین دودی میدیدی با همون سر و صدا و خصوصیات همیشگی متاسفانه بعد از حسین افرادی پیدا شدند که خواستند هنرش رو شخصیتش رو نفی کنند در حالی که حسین تهرانی و هنرش و از همه مهمتر بزرگباری و انسانیتش فراموش شدنی نیست اکبر مشکین یک هفته قبل از مرگش به ر اعتمادی سردبیر مجله جوانان اینطور نوشت اعتمادی جان من مطلبی دارم که فکر میکنم اگه در جوانان طرح بشه و جوانان این مملکت بخونند به اشاعه و توسعه مکتب جوانمردی و آیین و اخلاق ایرانی که تو دنبالش هستی کمک میکنه. میدونی که من یکی از دوستان مرحوم حسین تهرانی استاد بزرگ ضرب بودم. من همیشه میدیدم که حسین زیر نامهاش به جای امضا عدد 63 میگذره. یه روز دل به دریا زدم و پرسیدم: حسین جان، چرا تو 63 امضا میکنی؟ جواب داد: تا به حال این موضوع رو واسه کسی نگفتم. ولی حالا برات میگم. نهار تو منزل آقای سین دعوت داشتیم. من بودم و یه دوست دیگه. وقتی وارد خونه شدیم، آقای سین مستخدمش رو صدا زد و گفت برو نون و کباب و مخلفات رو بخر و بیا مستخدم رفت خرید کرد و برگشت و مشغول شدیم بعد از نهار آقای سین رفت سراغ بقیه پولها که باید 63 تومن می بود اما پول اونجا نبود یک مرتبه دیدم مستخدم زیر شلاق فریاد میکشه اون از ته دل داد میزد و میگفت به علی قسم من برنداشتم. این فریاد یا علی بند بند و استخونم و به ناله درآورد. نفهمیدم دارم چی کار میکنم خودم رو روی مستخدم بیچاره انداختم دو سه تا شلاق به سر صورتم خورد و در همون حال فریاد زدم تومن رو من برداشتم ببخشید این بیچاره رو نزنید منو بزنید شست و بعد 63 تومن رو از جیبم دادم و از اون خونه فرار کردم اما این ماجرا عجیب تو روحیم اثر کرده بود از خودم میپرسیدم چرا ما آدم ها اینقدر در حق دیگران ظلم میکنیم چرا به مردم تهمت و ناجوان مردانه نمیزنیم؟ و از اون روز برای اینکه هیچ وقت ماجرا رو فراموش نکنم و همیشه یادم باشه 63 رو امضای خودم قرار دادم. حسین تهرانی و سبا دو یار جدا نشدنی و صدیق و با وفای هم بودن. من حسین و سبا رو روزها و شبهای زیادی تو خیابونها و محافل و مجالس دیدم. هر دو درویش، هر دو پاکباز و خاکی بودن و همیشه احترام همدیگر رو نگه می داشتن. پاتوق شبونه حسین دکی بود تو چهارراه صیدلی. شکری نوازنده معروف تار و ادیب السلطنه و, سلطنه و خیلی از افراد سرشناس به اون محل رفت آمد میکردند منظم و وقتشناس و خوشقول بود. چند نفر از شاگرداش تو جامعه هنری ایران هنرمندان انگشت نمایی شدند. اینها افرادی بودند که ماها و سالها تحمل کم و گاهی هم تندخویی استاد رو کرده بودند. حسین تهرانی آدمی بود سریح و لحجه و رک که حرفش رو بی پروا ولی معدبانه میزد. در جریان تهیه اولین فیلم ناطق فارسی یعنی فیلم طوفان زندگی حسین تهرانی خالقی و بنان هم شرکت داشتند اون دستگاه ضبط صدا تو ایران کامل نبود و حسین به گفته خودش یک آهنگ رو ده ها مرتبه با ضرب نواخته بود و امیدی هم نداشت که زحماتش به نتیجه برسه و در نهایت فیلم طوفان زندگی روی پرده سینما رکس اومد مردم واسه تماشای این فیلم سر و دست میشکستند ولی بعد از پایان سانس اول حسین همچنان در سالن نشسته بود و تکون نمیخورد. بالاخره کنترلچی به سراغش اومد و گفت ببخشید آقا فیلم تموم شده. حسین تهرانی هم جواب داد من نشستم صداها رو هم بشنوم بعد برم. باید یادآوری کنم که تو فیلم طوفان زندگی به علت نقایص فنی گاهی لبهای ها به حرکت در ولی صدا لحظاتی بعد به گوش می رسید. حسین میخواست این نقص رو به سبک خودش عنوان کنه که بسیار جالب و خنده آور بود. با مرگ حسین تهرانی نه تنها یک هنرمند بزرگ که انسانی بزرگوار را از دست دادیم حسین تهرانی پسر میرزا اسماعیل یکی از کسبه مورد احترام خیابون عین الدوله بود میرزا اسماعیل دوستار موسیقی بود و گهگاه دوستای نوازنده خودشو به خونه مهمون میکرد تو اون روزا حسین کودکی خردسال بود اما مجالس شبانه پدر و ساز و آواز دوستاش شور و شوق موسیقی رو تو اون برمیانگیخت هرچند از ترس پدر جرأت ابراز و افشای اون رو نداشت حسین کمی که بزرگتر شد دور از چشم پدرش پوستی تهیه کرد و روی گلدونی کشید و زیر زیرزمین خونه بدون معلم به نواختن زرب مشغول شد شبها هم از ترس پدر و از شدت اشتیاق به زرب تنبک گلدونی خودش رو تو رخت خواب خودش میگذاشت ولی بالاخره پدرش از قضیه آگاه شد و با تندخوی حسین رو از محبوب خودش یعنی تنبک جدا کرد حسین ظاهرا و به احترام پدر تنبک و کنار گذاشت اما علاقش به ضرب لحظه‌ای و سرسری نبود همیشه با نواختن رو در و پنجره خونه و رو هر چیزی که صدا میداد انگشتای سهرافرین خودشو به کار می گرفت و با هر چیزی که به دستش می رسید صدا در می آورد. چند سال بعد حسین به زورخونه راه پیدا کرد و ریتمای زورخونه هنر ضرب رو تو وجودش پرورش دادن. اما تو همون احوال حادثه مهمی تو زندگیش همه چیز رو دگرگون کرد. به این معنی که یه روز تو خونه یکی از اعیون تو خیابان عین با آقای بدیزاده استاد آواز و موسیقی ایرانی آشنا شد و استعداد و نبوغ اون بدیزاده رو تحت تاثیر قرار داد. چند روز بعد از اون مجلس جشنی تو خونه یکی از محترمین اون زمان برپا بود و شخصیت های ادبی و هنری مهمی مثل استاد ملک و شعرای بهار، ابوالحسن خان سبا و حبیب سمایی و بدیزاده تون تو شرکت داشتن. آقای بدیزاده تو این مجلس داستان حسین و استعداد فوق‌العاده‌اش رو تو ضرب نوازی با هزار در میون گذاشت. و اونقدر از اون تعریف کرد که فیلم مجلس کسی رو به دنبال حسین فرستادند و به این ترتیب حسین واسه اولین بار تو چنین مجلسی و با چنین اساتیدی روبرو شد ساسا کوک شدند و طبق معمول سبا و سمایی پیش درآمدی رو شروع کردند و حسین نخستین آزمایش هنری خودش با دو استاد مسلم موسیقی و ریتم آغاز کرد تو اوایل کار چهره معصوم و ساده حسین سبب شده بود که کسی به او توجه نکنه ولی بعد از شروع شدن چهار مزراب حاضرین کم کم متوجه شدن که با تنبک نواز چیره دستی رو برو هستن. سبا که از همون اول به استعداد حسین پی برده بود، از این آشنایی خوشحال بود. اما حبیب سمایی که خود ضرب می نواخت و بیمیل نبود که سر به سر حسین بگذره، ریتم عوض کرد. ولی حسین از عهده همراهی اون بر اومد. سمایی ریتم تنتر کرد شاید حسین رو جا بگذره، اما حسین باسم از احتش بر اون وقت نوبت به بدیزاده رسید که آهنگ ضربی سنگینی آغاز کنه و حسینم به خوبی از عهده اون برآمد و چون ساز و آواز تمام شد، فروغی و بهار درباره ظهور هنرمندای نابغه از قشرهای ناشناخته اجتماع به تفصیل سخن گفتند و به گرمی حسین رو به ادامه کارش تشویق کردند. اما کار حسین تهرانی و استاد سبا به اینجا ختم نشد. سبا بی اندازه از حسین و استعداد اون خوشش اومد و حسین به شدت مجذوب و شیفته استاد شد و این اشتیاق اون رو به کلاس درس استاد سبا کشوند. بعد از شهریور سال 1320 روح الله خالقی با شرکت و همت جمعی از دوستای هنرمند و هنردوست خودش انجمن موسیقی ملی و پایگذاری کرد که حسین از اعضای اصلی اون و تنها نوازنده تنبک تو انجمن بود به همین دلیل با تشویق و راهنمایی استاد خالقی کلاس آموزش تنبک تأسیس کرد و شاگردایی رو تربیت کرد حسین تو سالهای بعد همچنین فعالانه به این کلاس می رسید و تا آخرین روزهای عمرش اون رها نکرد به این ترتیب اونچه که امروز به نام هنر ضرب یا تنبک نوازی در همه محافل هنری و ارکسترهای معروف کشور اجرا میشه مرهون زحمات چهل سالی حسین تهرانی در واقع قبل از حسین تهرانی آلت ضرب یا تنبک از کم ارزش ترین آلات موسیقی بوده و نوازنده تنبک بی ارزش ترین عضو یک ارکستر به شمار میرفت و موظف به انجام کارهای دیگه ارکستر بود مثلا آلات موسیقی رو از محل کار به درشکه و از محل درشکه به محل جشن یا مهمونی می و می آورد و در یک کلمه پادوی ارکستر بود چرا که نواختن تنبک کار مهمی به شمار نمی رفت و واقعیت هم همین بود صفحه موسیقی که تو 50 سال پیش ضبط شدن نشون میدن که نوازندگان ضرب یک صدای مبهم و بیارزشی از ضرب در آوردن که هیچ شباهتی با صدایی که الان از تنبک درمیاد نداره اما حسین تهرانی با نبوغ ذاتی و استعداد خدادادی و گذشت و فداکاری خودش این آلت کم ارزش رو از ذلت نجات و به درجه و مقام کنونی خودش رسون حسین تهرانی از ثروت و مال و منال دنیا بهره چندانی نداشت همه ثروتش منحصر به خونه محقری تو یکی از محلات دوردست تهران بود که با قرض از بانک و کمک وزارت فرهنگ و هنر تهیه کرده بود حسین تهرانی در تنبک نوازی تحول اساسی ایجاد کرد به طوری که الان میشه گفت حسین تهرانی پایگذار زرب نوازی نوین ایرانه روح شاد و یادش گرامی دوستان در اینجا به پایان این ویدیو میرسیم مثل همیشه ممنونیم از اینکه ویدیوهامون رو با دوستای خودتون در میون میگذارید و باعث رونق و دلگرمی کانال ما میشید تا این ویدیو و یک خاطره دیگه شما را به خدای بزرگ میسپاریم وقتتون بخیر و به امید دیدار